دستور جدید امارت اسلامی مبنی بر پوشاندن صورت مژگان زن توسط ماست در تلویزیون‌های افغانستان. امارت اسلامی در تازه‌ترین دستورهایشان بر وضعیت زنان از مژگان زنان خواسته است تا صورتشان را با ماسک سیاه بپوشانند و در تلویزیون ظاهر شوند. یکی از شبکه‌های تلویزیونی در توییت گفته است که امارت اسلامی از آنان خواسته تا پس از این مژگان زن همه شبکه‌های دیداری چهره‌هایشان را هنگام ظاهر شدن در تلویزیون بپوشانند. این در حالی است که چند قبل امارت اسلامی اعلامیه‌ای را در خصوص پوشش و حجاب زنان و پیامدهای عدم رعایت آن صادر نموده بود. اینکه آیا پوشیدن ماسک حجاب شرعی به حساب می آید یا خیر و آیا گویندگی با پوشیدن ماسک عملی خواهد بود، با کارشناسان این برنامه به بحث و بررسی می گیریم. با ما همراه باشید. به نام خدا، بار سلام خدمت شما بیننده های عزیز ارجمند برنامه زاویه از تلویزیون رای فردا خوش آمدین. در برنامه امشب قرار است در خصوص دستور جدید امارت اسلامی مبنی بر پوشاندن صورت مژگان زن توسط ماسک در تلویزیون های افغانستان را به بحث و بررسی بگیریم. مهمانان من هر یک در این برنامه دکتر صاحب علمداد حیدری استاد دانشگاه و محمد باقر محسینی تحلیلگر مسائل سیاسی با ماست. مهمانان عزیز سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین آقای محسینی. از شما پرسش آغاز میکنیم، تحلیل شما از دستور جدیدی که آمده چی هست و همینطور اگر اشاره داشته باشین به دیدگاه فقهای اسلامی در مورد حجاب ممنون میشیم. تشکر و عرض سلام و درود خدمت شما و مهمان برنامه دکتر صاحب و همه بینندگان تلویزیون رای فردا. ببینید، فرمان در تمام نظام ها، چه نظام های دینی باشد یا نظام های مبتنی بر اصول دموکراسی و دموکراتیک، در واقع یک اصل است و یک اصل رایج هست در تمام نظام ها. ولی تفاوتش یه هست که در نظام دموکراتیک در صورت خلأ قانونی و همچنین معطل بودن یا رخصتی نهادهای قانونگذاری، حاکم در صورت ضرورت ملزم هست که باید یک سلسله فرمان صادر نماید و مردم هم ملزم هست به رعایت اون. البته الزامیت اون مطابق اصول و معیارهای قانونی، این مربوط میشه به مشروعیت نظام، و اگر نظام مشروع باشد مردم ملزم و مکلف هست که باید از او تبعیت کند، و اگر مشروعیت نداشته باشد از لحاظ قانونی و حقوقی دیگه تبعیت لزومی نداره. دوست. اما در مرحله تدوین یک سلسله اصول مد نظر گرفته میشه. بسیار میخوام که مشروعیت صحبت کردین، البته ادامه صحبت های شما را قطعا خواهی داشت. پس در شرایط فعلی چی فکر میکنید؟ ببینید، در شرایط فعلی شما میبینید بر اساس نظام دموکراتیک، اصل در واقع رأی مردم هست که بر اساس آرای مردم نظام حاکم رأی مردم میگیره و بعد مردم به عنوان حاکم خود میپذیره و مشروعیت پیدا میشه و نمونش به اصطلاح انتخابات. اما در نظام دینی یک سلسله شرایط داره که کسی که در رأس قرار میگیره اعلم و افقه از همه کس باشد و از طرف دیگر مردم بپذیره، مقبولیت مردمی داشته باشد، این میشه مشروعیت تأمین میگرده. در مسئله تدوین فرمان، زمانی که فرمان صادر میشه، قبل از صدور فرمان روی با دقت کار صورت میگیره. اول مرحله انشا هست و بعد از اون کارشناسان بخش های مختلف حقوقی، دینی و بخش های دیگر متخصصین روی او کار میکنه. مثلا آیا با معیارهای قانونی برابر هست، با معیارهای دینی، با فرهنگ و کلتور جامعه برابر هست یا نیست، و بعد در مرحله آخر فرمان امو حاکم و رئیس جمهور و هر کسی که باشد امضا میکنه، صادر میشه و مردم هم باید از او تبعیت کنه. متاسفانه فرمانی که چند روز پیش صادر شد، مشکلات بسیار زیادی در فرمان دیده میشد. به عنوان نمونه، مثلا در اونجا آمده که زنها اگر از این فرمان تبعیت نکنه، او زمان شوهرشان یا اقاربشان مورد مجازات قرار میگیره، که در حالی که شخصی بودن جرم مجازات هم از اصول دینی هست و هم از اصول قانونی هست. هیچ کسی به خاطر تخطی که کسی دیگر کرده مجازات نمیشه. قرآن صریح میگه لا تجزا نفس عن نفس شیئا، هیچ کسی بدل کسی دیگر جزا داده
نمیشه. در حالی که شما دیدین که مثلا اقارب او خانم ها به اصطلاح در صورت تخطی مورد مجازات پیگرد قانونی قرار میگیره. امضای به اصطلاح رهبری امارت اسلامی که جناب اخوندزاده باشه هم صادر نشده، مثلا کسی ندیده، حالا به رسانه ها نرسیده که با امضای ایشان باشه. و اگه همچین صحبت را گویا سخنگوی امارت اسلامی داشته، از سوی هر مقامی که باشد میارهای قانونی و حقوقی و همچنین شرعی باید در فرمان لحاظ شود. خب موضوع بحث حجاب را مطرح کردید، خیلی دقیق سوال را کردید که ما باید بیم بر اساس دیدگاه فقهای اسلامی این بحث شرعی هست. ما ببینیم که آیا شرع چی میگه، فقها و متخصصین دینی چی میگه. ما به چند دیدگاه فقهای اهل سنت و همچنین اهل تشیع اشاره میکنم. اول مالک بن انس رئیس مذهب مالکی، ایشان میگه معتقد است که در حال نماز حجاب بگونه ای باشد که حتی قدم ها پوشانده شود زنا و صورت و دست ها استثناء شده است و نیز در غیر نماز صورت و دست ها شامل موارد حجاب نمیشه. چون ببینید عزیز، مذهب مالکی که یکی از مذاهب خمسه اهل سنت هست میگه که حجاب تمام بدن زن باید پوشانده باشد به جز دست ها و صورت. درست. این دیدگاه مالک بن انس هست. و همچنین از امام ابو حنیفه ابن رشد اندلسی از امام ابو حنیفه نقل میکنه، میگه صورت و دست ها و نیز پوشاندن قدم ها لازم نیست برای زن در نماز، در غیر نماز. اینو میگه که برای زنان پوشاندن تمام بدنشان لازم هست که باید حجاب داشته باشد بجز صورت، دست و قدم ها. درست. بنابراین حجاب شامل این موارد نمیشه. همچنین مثلا در نظر فقها محمد بن عبدالوهاب حد میگه که زن حره، زنی که آزاد هست، شما میدانید که مثلا در صدر اسلام یکی کنیز بوده یکی زنان آزاد بوده، میگه زنان آزاد تمام بدن خود را بپوشاند بجز صورت خود را، صورت و دسته های خود را بپوشاند، اینا شامل حجاب نمیشه. و همینطور میگه که در بحث اهل سنت محمد جواد مهنیه نقل میکنه، میگه که اهل سنت اتفاق نظر دارد که جمعی بدن زن غیر از وجه و کفین و باید از نامحرم پوشانده شود، بناهن صورت و دسته ها استثناء شده است. درست. خب ببینید اجماع نظر داریم، اجماع نظر در واقع اتفاق نظر هست بین تمام فقهای اهل سنت و همچنین فقهای اهل تشیع. اما بعضی دیدگاه های بسیار نادر وجود داره بین فقهای اهل سنت که میگه حتی صورت هم بپوشانه، چشمها فقط چشمها باز باشد. بله. و بعد مخالفین این دیدگاه استدلال میکنه، میگه اصلا این حرجی هست. واقعا هم حرجی هست. شما ببینید مثلا تمام بدن زن پوشانده شود، یک مجری برنامه گونه صحبت کنه، در زمان راه رفتن مثلا مشکلات مواجه میشه. پس بنابر این مگه به خاطر اصول حاکم دینی که میگه لا حرج فی الدین، میگه بر اساس این اصل اصلا پوشاندن صورت لازم نیست و جزء حجاب به حساب نمیاد. خیلی ممنون شما که یک توضیح کامل را کردین. جناب آقای حیدری، با این حساب که آقای محسنی هم اشاره کرد، حالا دیدگاه فقهای اسلامی هم صحبت شد، چه فکر میکنین، تحلیل شما چی است؟ چرا به نظر شما همواره حکومت فعلی وضعیت زنان را متمرکز هست و هر از گاهی ما شاهد وضع محدودیت ها در وضعیت زنان هستیم؟ بنده در نخست خدمت بینندگان عزیز و خدمت شما و همکاران محترم شما همچنین مهمان عزیز برنامه آقای محسنی عرض سلام دارم. بنده نیز ترجیح میدم که در قدم اول این بحث رو، چون یک بحث حجاب یک بحث شرعی است، یک مقدار از دیدگاه شرعی از دیدگاه آیات روایت بحث بکنیم تا اینکه زوایای بحث بیشتر باز شوه. خب ببین، بحث حجاب که است یکی از بحث های بسیار مثلا یکی از اصول اسلامی است که هیچ مذهبی در مثلا اصلی واجب بودن حجاب چی نداره، شک و تردید نداره، همه مذاهب اسلامی حجاب را واجب میدونن. اما اینی که مثلا در کیفیت حجاب
که چی مقداری از بدنی مثلا زنان باید پوشانده شود، در این راستا که است اختلاف وجود داره. همان گونه که شما اشاره کردن در بین فقهای اهل سنت که مثلا چهار مذهب بسیار مهم هستند، یکی مالکی و حنفی و مثلا حنبلی و شافعی، اینها تقریبا یعنی دیدگاهی اجماع دارند، یعنی او نظری مشهور در بین چهار مذهب چیه؟ ایه که مثلا در زنان فقط باید تمام بدن پوشانیده شود به جز دست ها و صورت، که دست ها و صورت رو استثناء کرده که پوشانده نشود. اما دیدگاه های مثلا شاذ هم وجود داره، دیدگاه های بسیار شاذی که مثلا خیلی کم به اون دیدگاه ها چی شده توجه شده در مذاهب اهل سنت در همین چهار مذهب نه. که بود دیدگاه ها مبانی داره، مبانیش هم بعضی از آیات و بعضی آیات و روایات است که من ترجیح میدم که من اول باید مبانی دیدگاه ها را ذکر بکنم. مثلا اصلا بحث حجاب، ریشه بحث حجاب که است در قرآن است، یکی آیه 59 سوره احزاب است که در این آیه میفرماید یدنین علیهن بجلابی بهن، یعنی مثلا زنها گفته باید خود رو با چادرهای خود نزدیک بکنن، یعنی چنین خود رو با چادرهای خود بپوشانن. خب بپوشانن اینی که مثلا در تفسیر مثلا کلمه جلابیب از نظر لغوی که است اینجا اختلاف است که آیا مثلا جلابیب به چی معناست. بعضی ها گفته که مثلا به معنای روسری است، همین روسری معمولی که زنان میپوشن. ولی در این که همین جلابیب یا جلبابی که در قرآن شریف آمده، ای که صورت را نباید بپوشانی، یک اتفاق نظر وجود داره. حتی در همین یکی بزرگ باشه، کوچک باشه، اندازش چقدر باشه، یک روی سری باشه فرمایی شما، اختلاف وجود داره. بله. اما در از اینکه صورت خود نباید پوشانه، صورت اصلا پوشانده نشه، خود اتفاق نظر وجود داره. خب ما حتی همون دیدگاه هایی که مثلا دیدگاه های چیزی که وجود داره، شاز و نادری که وجود داره، اونا رو هم مثلا میخوایم به یک نحوی به اونام بپردازیم. چی با چی مثلا مبنا با این مبنا که این جلباب رو که گفتیم، یکی به معنی روسری است، یکی به معنی چادر است، یکی به معنی مثلا یک لباسی است که تمام بدن زن میپوشونه. خب اما اینی که آیا مثلا کدامش مراد است؟ او کسایی که گفته مثلا باید تمام بدن پوشیده شود، حتی مثلا دست ها و صورت پوشانده شود، اونا منظور از جلباب گفته مثلا همون لباسی که تمام بدن رو میپوشونه. خب این اصلا با این تفسیر اصلا برداشت درستی از معنی آیه نیست. و چی دلیل نیست؟ به این دلیل که چون ما دو آیه داریم راجع به حجاب در قرآن، یکی آیه 59 سوره احزاب است، یکی هم آیه 31 سوره نور است که ما بعدا آیه 31 سوره نور رو بیان میکنیم. در آیه 59 سوره احزاب که این مطلب رو بیان میکنه، این اول آیه سوره احزاب نازل میشه، بعد از سوره از این آیه سوره احزاب آیه ای که در سوره نور آمده اون نازل میشه. او در آیه سوره نور که آمده اونجا صورت و دست ها استثناء شده، یعنی گفته زن ها همه بدن خود رو بپوشانند، غیر از اینی که صورت و دست ها رو لازم نیست که بپوشانند. چون گفته و قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن و یحفظن فروجهن الا ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که منظور از ما ظهر منها چیست؟ اینجا مثلا در اینجا اتفاق نظر وجود داره که منظور از ما ظهر منها صورت و دست هاست. پس اول آیه سوره 59 سوره احزاب نازل شده، بعدش آیه چی نازل شده؟ آیه 31 سوره نور. خب پس اینی که ما اصلا نمیتونیم مثلا بیایم بر مبنای آیه 59 سوره احزاب استدلال بکنیم که یعنی مثلا در حجاب باید تمامی بدن پوشانده باشه. بحث ما را به این سمت کشانده نشه، چون بحث اصلی ما همین دستوری است که جدیدا صادر شده. میفرمایید که آیه 31 سوره نور آیه 59 سوره احزاب منسوخ کرده؟ نه اینو نمیگم، من اینو میگم. ببین در قرآن مثلا وقتی که چون جامعه عربی بود یک جامعه بدوی بود، درست. در اونجا خیلی از مثلا عادت ها ریشه دوانده بود، نهادی نشده بود. مثلا شراب خوری در جامعه عرب نهادی نشده بود، به حجابی نهادی نشده بود. خیلی از کارهای دیگه وقتی قرآن نازل شد میخواست با این مثلا فساد مظاهر فساد مبارزه کنه، قرآن نمیتونست به یک دفعه ای مثلا مثلا بگه تو زن باید سر تا پای خود بپوشونه. من پاسخ خود گرفتم، چون باید اینو من از قرآن چند تا آیه دیگه هم بیان بکنم که بیشتر واضح شه. چون قرآن وقتی که خمر را مثلا تحریم کرد، اول اومد گفت و من ثمرات نخیل و العناب تتخذون منها سکرا و رزقا حسنا، یعنی مثلا در مورد تحریم خمر اول میگه که مثلا از ثمره مثلا درختان خرما و درختان انگور میتونی مثلا یک چیزی مسکوننده بگیری و میتونی رزق حسن بگیری. یعنی مثلا میگه اینجا مثلا شراب در مقابل یک رزق حسن قرار میده، یعنی اصلا اون رو چیزی بد نمیگه.
بعد از اون مثلا در آیه تدریجی میخواد در سوره بقره میای مثلا میگه ویسالونک عن الخمر والمیسر میگه از شما در مورد خمر و قمار میپرسن. میگه شما وقت برنامه کم است، خیلی ممنون از شما. با چی دلیل؟ حالا دلیل چیست واقعا؟ با این حساب که شما فرمودین اتفاق نظر در مورد از اینکه دستها و صورتهای خانمها پوشانده نشه وجود داره در فقه اسلامی، حالا هم اهل تسنن و تشیع و همه، اما دلیل چیست؟ چرا هماره محدودیت ها وضع میشه؟ چی فکر میدارین شما؟ خب ما هم باید بیاییم از نظر شرعی واقعی کنیم ببینیم که وقتی ما میبینیم مثلا در شرع ما نه در مذاهب اهل سنت، نه در آیات، نه در روایات، نه در ما اصلا هیچ دلیلی مثلا بر این نداریم. بخاطر همین گفتم حتی مثلا قرآن وقتی که ما یک عملی که نهاده نشده رو تحریم میکنه به مرحله مرحله ما تحریم میکنه، تشکر، یک بار تحریم نمیکنه. با حجاب هم حتی اصلا ما نمیتونیم بگیم در زمان حضرت پیامبر حجابی که مثلا در عربی جاهلی بوده، یعنی زنها همه صورت و دستای خود میپوشونده، چون در اون زمان اصلا زنها حجاب رعایت نمیکرد. حتی میگه در زمان خلفا کی بوده، در زمان خلیفه اول خلیفه دوم مثلا میگه زنهایی که آزاد بوده اونا باید روسری سر میکرده، نه اینی که صورت و دستا رو میپوشونده. اما او مثلا روایاتی که میایه مثلا میگه حجاب صورت و دستا رو شامل میشه که در منابع اهل سنت هم آمده، اونا مثلا یا مثلا ناظر به اعمالی بعضی از صحابه و تابعین موریدی شاید که وقتی که با مثلا عملی خود حضرت پیامبر در تعارض قرار بگیره، عملی حضرت پیامبر مقدم است، نه عمل صحابه و تابعین. اصلا اونا که است چی نداره، یعنی منشأ شرعی نداره. یعنی از دیدگاه مثلا چهار مذهب اهل سنت اگر ما بیایم ریشه‌ای بررسی بکنیم، یعنی خودی مثلا پوشاندن صورت و دست ها که است واجب نیست، یعنی چنانچه در نماز هم واجب نیست. یعنی من یه چیز از دیدگاه شیعه نمیگم، ولی هرچی میگم از دیدگاه خود اهل سنت میگم، در حالی که اسر و حرج هم هست که لا حرج فی الدین، یعنی وقتی که مثلا بخوای برای مجریان برنامه الزام شوه که با صورت خورا مثلا بپوشن در هنگام اجرای برنامه تلویزیونی، خوب یک نوع حرج آفرینه، در حالی که اسر و حرج در دین نیست. خب این مثلا حتی خود مسئله حجاب که است، اینی که آیا حکومت اسلامی میتونه حجاب مثلا اجبار بکنه بر جامعه یا نه، این اینم در بین اهل سنت بحثه. بعضی میگه اصلا از خود اهل سنت میگه حجاب یک مسئله شخصیه، دولت اسلامی نمیتونه مداخله بکنه. خب اما اون مثلا بعضی از اهل سنت که میگن مثلا دولت باید مداخله بکنه، مبنای اون چیه؟ مبنایش اینه که مثلا میگه از امور حسبیه. درست. ببین که از آقای محسنی هم بپرسیم. آقای محسنی، حالا تحلیلی که اینجا صورت گرفت، شما و آقای حیدری اتفاق نظر وجود داره در مورد از اینکه دست ها و صورت ها واجب نیست که پوشانده شود، چنان چه ما در نماز یومیه این عمل انجام نمیتیم، دست ها و صورت پوشانده نیست، پس فکر میکنین که این حکم، این دستورها واقعا در راستای عمل شدن قوانین شرعی است؟ اگر نیست، چه اهدافی پشت پرده نهفته است که هر از جنگاهی ما شاید یک سری محدودیت هایی هستیم که حتی با توجه به صحبت هایی که شما انجام دادین از رو هر از حساب شود در قلمرو حکومت اسلامی و موارد از این دست؟ درست. با توجه به صحبت های جناب دکتر صاحب که بعضی اقوال نادر وجود داره، که این اقوال نادر در واقع میگه که تمام بدن زن پوشانده شود، که مخالف این دیدگاه چند نقد وارد میکنه که بسیار خلاصه فقط اشاره میکنم. نقد اولی است که اصلا اختلاف روایی وجود داره. روایات هایی که بسیار متواتر و زیاد هست در رابطه با این است که صورت زن جز حجاب نمیشه، دسته های زنان همچنین، ولی برخی روایت های شاذ و روایت هایی هست که از لحاظ سندی خیلی اعتبار نداره، اینا میگه که باشه. همچنین به اصطلاح اختلافات فقهی وجود داره که در واقع اجماع بر این هست که صورت، دست ها و حتی قدم، پاها شامل حجاب نمیشه. و دیگر در سوره، در قرآن آیه در اونجا میگه الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها، یعنی آنچه که عرفاً ظاهر است، و آنچه که عرفاً ظاهر است در واقع صورت و دست‌های زنان هست. و همچنین بحث حرجی بودن هست، در صورتی که به اصطلاح بگه تمام بدن زن پوشانده شوه، یقیناً در عسر حرج است، در غذا خوردن در عسر است، در صحبت کردن مثلا در عسر حرج است، و همچنین در راه رفتن در حرج است، و همه موارد و اصول کلی که در دین هست، لا حرج فی الدین،
دیگه هیچ سازگاری نداره. و همچنین فلسفه حجاب صیانت و حفاظت زنان، وقار زنان و عفت زنان هست که هیچ گونه کمک بر عفت و عفاف زنان نمیکنه. پس بنابر این میگه شامل حجاب نمیشه. وقتی یک حاکم یا یک نظام یا یک حکومت فرمان صادر میکنه، باید مبتنی بر سلسله اصول و معیار باشد که این معیار برای مردم واضح و روشن بیان شود. چون مردم مسلمان هست، اصول شرعی را قبول میکنه. مردم برای حفظ دین و ارزش‌های خود سالها جهاد کرد، جان خود را از دست داد، مال خود را از دست داد و قبول میکنه. اولا دلیل دوم، شما میدانید که از زمان ورود طالبان به کابل جامعه جهانی یک سلسله شرایط گذاشت برای امارت اسلامی که ما در صورتی به رسمیت میشناسیم که اولا افغانستان لانه توریسم نباشد و دومی که حقوق زنان به تمام معنا در افغانستان رعایت شود و حکومت همشمول در افغانستان تشکیل شود. و یکی از مواردی که جامعه جهانی بسیار روی اون تاکید میکرد بحث حقوق زنان هست. اینا در واقع یک نوع ابزار فشار هست که جامعه جهانی با این فشار وارد مذاکره شد و حکومتی است که اگر میخواهد که در افغانستان یک نظام ثابت و دوامدار داشته باشد، باید خود را با اصول و معیارهای حقوق بشری، معیارهای دینی و اصول اساسی که همه مردم می پذیره برابر کنه. خیلی ممنون. زمانی که این معیارها و اصول برابر شوه، به اصطلاح در افغانستان رعایت شوه، یقینا مردم هم میپذیرن. بله، خیلی ممنون از شما. به عنوان پرسش اخیر از آقای دری میپرسیم که آقای دری، ضمن از اینکه خب شهروندای افغانستان در این مورد نظراتشون باید گرفته شوه و در نظر گرفته شوه، چه فکر میکنین مسئولیت جامعه جهانی و سازمان جهانی حقوق بشر چیست این راستا؟ مسئولیت جامعه جهانی هم از وقتی که مثلا افغانستان ما چه آمریکا افغانستان اشغال کرد، بعد از در طول 20 سال بعد از اون وقتی که ما ببینیم، خب وقتی که طالبان آمد، یا آمدن طالبان که در اثر توافقی بوده که در دوحه صورت گرفته با آمریکا، یا خب بعد از اون یک بازی است که اصلا معلوم نیست، چند پهلویه که آدم متوجه نمیشه که مثلا از یک طرف داره از طالبان یک نحوی حمایت میکنه، با اونا توافق میبنده، از طرف دیگر مثلا تحریم میکنه، نتیجهش همه فشارهایی که در حقیقت وارد میشه روی دوش مردم افغانستان است که همه مثلا فشارهایی را که آمریکا و جامعه جهانی وارد میکنه، این ضرر تحریم ها به مردم میرسه، ولی با طالبان که پشت پرده به یک نحوی توافق داره، اما از چی مثلا در ظاهر یک نحو رفتار میکنه. خب خلاصه جواب را که میشه ارائه کردینه که سیاست که در حقیقت یک سکه است که دورو داره. 50% هم مثلا وقتی یک سیاستمدار میخواد اهداف خود پیش ببره، باید چی کار بکنه؟ باید 50% توان خود روی افکار عمومی بگذاره تا بتونه افکار عمومی رو قانع بکنه. 50% دیگه مثلا توان خود روی پیشبرد اهداف اصلی خود بگذاره. هیچ وقت او چیزی که مثلا سیاستمدار در زبان میگه با او چیزی که در عمل اونا انجام میده چی نداره، توافق نداره. به خاطر اینکه باید هم توافق نداشته باشه، چون او چیزی که میگه به خاطر مثلا توجیه افکار عمومی میگه، اما او چیزی که من انجام میده به خاطر یکی اهداف خود پیش ببره. دوست. اما اینه که اهداف فکر میکنی جامعه جهانی و سازمان ملل هم داره همین سیاست دوگانه رو پیش میبره، یعنی آنچه که میگن ایرانی که صادر میشن جدا از اصل اهدافشان هست، یعنی نمیخواین مسئولیت در قبال مردم افغانستان داشته باشن؟ در سیاست یک اصل کلیه، فرق نمیکنه جامعه جهانی یا مثلا آمریکا یا همه کشورها، یعنی مثلا نزی اصل کلی تبعیت میکنه که در ظاهر برای توجیه افکار عمومی یک چی میگه، اما در عمل یک کار دیگه میکنه. خب اینی که مثلا در عمل اونا مثلا در دوحه مثلا چی قطعنامه ای رو با طالبان امضا کرده، از او هیچ کس خبر نداره. اما در ظاهر او چیزی که در ظاهر ما از آمریکا میبینیم که با او چیزی که مثلا چی کاملا اصلا قابل تحلیل نیست، خیلی از اجزایش با هم چی داره در تضاد ده. سلامت باشین. خیلی ممنونم از جناب دکتر سید علمداد حیدری، استاد دانشگاه، و آقای باقر محسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی که به بحث حضور پیدا کردید. بنده های عزیز ارجمند، شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.